خیلی مقبول شده شهر ما، همچنان اینو میتونه در تابستون از آفتاب، در زمستون از باران جلوگیری کنه و مسافرین میتونن واجه آسانی و استفاده کنه. همچنان میبینی که جای چارجر داره، میتونه کسی گوشی خور به اینجا شارژ کنه و از او استفاده کنه. جای کسایی که اینجا میان میشینن و سایه هست و دیگه برای گوشی هاشون چارج میزنن و دیگه میکنن. بعدش امیدوارم که کلا داخل این شهر سر تا سری از اینا ساخته بشه و برای مردم و تمام کسایی که اینجا میان خیلی خوب و خیلی فایده داره. باید به یک فضای در نظر گرفته شه که تجمع مردم در اونجا و از وسط بلوارا رد نشن، مثلا به اون طرف، به هم به اون قسمت سرک، هم به این طرف از او اگر ایستگاه داشته باشیم، این خیلی کمک میکنه هم به ترافیک شهر، هم به رفایت مردم و هم به آبیرین پیاده و چی کسایی که سواری شخصی دارن در اونجا ترافیک نمیشه و حادثات کمتر در شهر رخ میده. این به رفایت مردم خیلی کمک میکنه، به زیبایی شهر هم میافزه. خوشبختانه از طرف تیم تکنیکی و انجینری ریاست شهروالی هرات در 64 موقعیت شهری به خاطر اعمار و ساخت ایستگاه های انتظار بس تثبیت شده. در سال 1401 در 4 موقعیت شهری به هزینه حدود 2 میلیون افغانی ما ساخت انتظارگاه های بس در نقاط مختلف شهری داشتیم و در پلان 1402 نیز در چندین موقعیت شهری بر اساس پلان و بودجه ای که ما داریم ایستگاه های انتظار بس انشاءالله اعمار خواهد شد. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.